سال 1400 با گسترش اعتراضات معلمان، پرستاران، کارگران، رانندگان و دیگر اخشار محروم ایران آغاز شد. قیام مردم خوزستان و همبستگی مردم ایران خواب خامنه را آشفت. زیرا خامنه ای فکر می کرد با گماشتن جلاد 67 به مقام ریاست جمهوری روب و وحشت را در جامعه حاکم می کند و راه قیام مردم ایران را می بندد. در قیام مردم اصفهان تعادل درونی رژیم آخوندی را بر هم زد. سلسله اعتراضات و تظاهرات معلمان آزادی میهن آنچنان ترسی در دل رژیم ایجاد کرد که طرح رتبه‌بندی را طی یک هفته سرهمبندی کردند تا از اعتراضات معلمان جلوگیری کنند. اما این حقه و نیرنگ هم با هوشیاری معلمان در هم شکست. در عرصه بینالمللی هم خامنه ای و نظامش در مخمسه قرار گرفتند در چند دادگاه بین‌المللی نظامش در حال محاکمه است دادگاه استکهلم سوئد، دورست آلبانی و آنتور به بلژیک. رئیس جمهورش با القابی مانند قصاب تهران جلاد 67 در رسانه های جهانی مورد خطاب قرار می گیرد و رئیسی حتی جرأت سفر کردن به کشورهای غربی را ندارد زیرا پرونده قتل عام 67 و جنبش دادخواهی او را تهدید می کند. در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده پاسدار نشان خامنه رئیسی به پای بیز مذاکره رفت. آیا طرف های غربی ضعف و استیصال نظام ولایت را فهمیدند؟ آیا تیم رژیم آخوندی از موضع قدرت پای میز مذاکره رفته است؟ اگر سال 95 به گفته خودشان با زانوان خونی پای میز مذاکره رفتند، اکنون با چه وضعیتی روانه ویان برای مذاکره شدند؟